مصطفی، عشقی رو که تو به کاشون داری میدی یه عشق معمولی نیست. چیه؟ قرار بود من یه کارهای جدید برای کاشو میکنم، یه مدرسه بسازم، یه خوابگاه بسازم، یه دانشکده بسازم. خیلی برام سخت بود. برای اینکه فکر میکردم که اون کاری که باید بکنن کردن، من چه کار میتونم بکنم؟ یک کار جدیدی باید بکنم. خیلی برام سخت بود. تصمیم گرفتم که یک لحظاتی ما روزهام رو تو کاشون بگذرونم، تو این کوچه پس کوچه، تو این خونه ها. بعد واقعا وقت گذاشتم، از صبح زود حرکت میکردم تو این کوچه ها، از اون لحظاتی که مردم در خونه‌شون رو باز میکنن، با آفتاب آب میپاشن توی جلوی حیاتشون رو، جلوی کوچه‌شون رو، جلوی در خونه‌شون رو خیس میکنن و اون بوی خاک کاشون از توش در میاد، تا اون آفتاب بعد از ظهری که دیگه پیداشون نمیکنه، کوچه ها هیچ آبری توش نیست، بعد اون حرم گرما. من اسکیچ هایی که تهیه میکردم گاهی میدم چقدر ساده است این اسکیچ رو تهیه کردن. یه صفحه کاغذ سفید اگه برداری فقط کافیه تو سایه ها رو نقاشی کنی، فضا در اومده. یا برعکس، یه سری خط تو فقط بکش، فضا در اومده. این همه سادگی، این همه بیالایشی فضاها خیلی کارت رو سخت‌تر می‌کنه. برای بچه‌ها کار کردن کار سختیه. تو داری می‌خوای یه فضای معماری بسازی که بچه‌ها برن توش درس بخونن. این معرف محیط تو باید باشه. این مسئله باعث شد که من برم و توی بازار بین مردم توی کوچه پس کوچه ها با اینا یکی مدت زندگی بکنم. هر چقدر تو این فضا بیشتر غرق بشی برات عجیب تره که خدایا مگه ممکنه اینقدر سادگی و اینقدر زیبایی و اینقدر حیات. بعد میبینی همه دارن از بین میرند، همه دارن نابود میشه، حالا به هر دلیلی، دلایلش خیلی زیاده. خونه هایی که ترک کردن، صاحبانش ول کردن رفتن، مخروبه شده. حالا یک عده غریبه اومدن توی این خونه ها، غریبه هایی که با این فرهنگ آشنایی ندارن اومدن، در اینا دارن زندگی میکنن. همه رو از بین بردن، همه رو از بین بردن. معماری توی خونه ها، توی کوچه ها، اصلا تاریخ سرنوشت خودش رو برات بیان میکنه، ولی میبینی الان در دستخوش نابودی. علاقه من شدم که بمونم همونجا. گفتم خب من درسته باید چیز جدید خلق بکنم، در معماری جدید خلق کنم برای یه نسل امروز، اما خب اینا رو هم باید احیاش کرد. این بود که تصمیم گرفتم همونجا بمونم.
و از یه جای شروع کنم. چه استفاده واسط داره؟ استفاده؟ همش استفاده است. استفاده مادی منظورته؟ آره. از جای دیگه تامین میشم، فقط برای دلم هست. یعنی حقوق نمیگیری؟ از کی باید حقوق بگیرم؟ حقوق جایی نیست که ازش آدم حقوق بگیره. اگه بتونیم ما امکانی فراهم بکنیم که این اتفاق بیفته، اینها بازسازی بشه، اینها مجدداً زنده بشه، بهترین حقوق برادر. چند وقت یه دفعه میری کاشون؟ هر هفته اونجا. حداقل یک روز، حداقل یک روز در هفته اونجا. صبح ساعت 4 صبح حرکت میکنم میرم، شب 12-1 گاهی نزدیکای صبح برمیگردم. 15 ساله. خسته نمیشی؟ نه خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. چی بهت میده؟ چه احساسی بهت میده؟ احساس میکنم یه مرده رو دارم زنده میکنم. اولین کاری که شروع کردم یه خونه بود، برام خونه طباطبایی توی یکی از محله های کاشون پیدا کردم. از در خونه خیلی خوشم اومد، خیلی کنجکاو شدم که ببینم داخل این خونه چی. جالب اینجاست که این خونم در چند قدمی اداره میراث فرهنگی کاشان بود، سازمان میراث فرهنگی کاشان. وارد خونه شدم، خیلی باهت در زدم، کسی در باز نکرد و در باز بود. اینقدر مخروبه بود که گفتم حتما هیچ کس توش نیست دیگه. از یه سری پله های خراب شده و خیلی خطرناک بود که رفتم پایین، وارد یه حیاتی شدم که همه چیز ریخته بود. همه چیز یک ایوان خیلی بزرگ و مرتفعی بود که یه سری با چوبای سقفش رو موقت نگه داشته بودن. چند تا بچه نشسته بودن اونجا داشتن بازی میکردن، بچه های افغانی بودن، یه تعداد مرغ و خروس داشتن بازی میکردن، چند تا گوسفند توی یه گوشه دیگه بود. قطعا این خونه به نظر میرسید که حیاتش یا حوضش اصلا همه چی خراب شده، از عکساش هست بهت نشون میدم. شاید واقعا سالها و سالها یه جارو توی خونه، هر چی طبیعت خراب کرده بود خیلی رو هم، ولی این خونه روح داشت، واقعا باهات حرف میزد. خدا بودم خدایا ممکنه بشه این رو بازسازش کرد؟ خودم هم تخصص اینچنان نداشتم، یعنی اصلا تخصصی تو بازسازی نداشتم. یه چیزی به من گفتش که باید اینو بازسازش کنیم. نه صاحبش معلوم بود، نه خونه در پیکری داشت. افغان هم که اومده بودن اینجا معوا کرده بودن، یه زنی بود کنار نشسته داشت لباس می‌شست. رفتم باش صحبت کردم که این خونه مالکی، اصلا جوابمو نداد. کمی قدم زدم ایستاد، عکس گرفتم، نگاه کردم نه، تمام گچبری ها ریخته رو زمین. تیکه تیکه گچ ها رو برداشتم، دلم میریخ رو هم اگه این گچ گم بشه من چیکار کنم. از همون لحظه فکر کردم من بعد اینجا رو بازسازی کنم. حالا اگه این گچ گم بشه من چیکار کنم؟ اگه این آجر رو از اینجا از بین بره من چیکار بکنم؟ دلشوره واقعا منو گرفت و تصمیم گرفتم که به هر وسیله هست این خونه رو بازسازی کنم. اصلا اونجا شروع شد، این عشق شروع شد. نتونستم واقعا دیگه نیم، اصلا فراموش کردم برای چی اومدم. این 15 سال پیش بود.